سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بحثمون در رمضان 1400 درس های از قرآن سلسله بار بحثای معاد رو میخواستیم بگیم و مسائل حول معاد، مسائلی که پیرامون معاده. تو این جلسه که دوره بره 25 تا 30 دقیقه طول میکشه، بحث حسن عاقبت ادامه بحثای قبل، چون حرفامو تموم نشد. من خودم باور نمیکردم، فکر کردم تو قرآن راجع به حسن عاقبت و بد عاقبت و خوش عاقبتی چند تا آیه داریم. بری امروز دیدم به 30-40 تا آیه میرسه، تعجب کردم. مثلا مهمه که انقدر قرآن بهش تکیه کرده. ثم مکان عاقبت الذین، چطور انسان بد عاقبت میشه؟ ثم مکان عاقبت الذین. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. چطور آدم بعد عاقبت میشه؟ گناه پی در پی آدم بعد عاقبت میکنه. مثل میگیم آقا چطور آدم ورشکست میشه؟ نسیه رو نسیه فرار میکنه، میگه ورشکست شد. چطور آدم تنگ سینه میگیره؟ سیگار رو سیگار تنگ سینه میگیره. یعنی گناه آدم رو بد عاقبت میکنه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات الله. خب بعضی جا صحبت عاقبت نیست، صحبت استقامته. چون بد عاقبت کسانی هستن که ایمان دارن، آدم خوبی هستن، یه مطلب چپه میشن. قرآن میگه اگر چپه نشدی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن خدا پاش وایسیدن. خیلی وقتا آدم یه چیزی میگه پاش وا نمیسته. روایت داریم که جای دیگه داریم با الله استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ اسْتَقَامُوا عَلَى، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا اللَّهُ یعنی نمی کنن، به نادره. نادرن کسانی که بگن استقاموا على الطريقة، رو حرف حق وایسن. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر باران و لطف خدا رو بخواید باد شما ثابت قدم باشید. امیر المؤمنین فرمود قلیل تدوم، کمی که پاکار باشه ارجا من کثیر ملول، بهتر از زیادی است که ازش ملالت باشد و اعتراض کنیدش. پیامبر فرمود ملاک العمل خباتیمه، این که عمل خوبه یا بد ببینید عاقبتش چجور میشه. راننده خوب این نیست که از در گاراژ خیز بیاد بره، نه، راننده خوب اینه که تا مقصد شما رو سالم ببره، وگرنه چند کیلومتر با سرعت بره به باقیش هم چپه کنه. الابقاء علی الامر اشد من العمل. حدیث از کافی از امام باقر علیه السلام فرمود ابقاء علی العمل، یعنی یک کاری رو گفتی وایسی پاش، این بهتر از عمل، مهم سخت‌تر از عمله. یکی از مراجع استاد عبدالهادی شیرازی بود، ایشون رفتن ازش گفتن که چه کنیم خدا اخلاص بده. گفت اخلاص پیدا میکنه ولی فرار میکنه از دست آدم. اخلاص فرار میکنه از دست آدم، چون گاهی آدم یه چیزی میگه بعد ببینن نشد. یه ماه رمضونی یه صلواتی بفرستید بگم. اللهم
یه مارمزونی آمدن دعوت کردند مهدیه تهران که شبها بعد از افطار من صحبت کنم. نمیدونم چند سال پیش بود، گفتم که میام. بعد برای که به نظر خودم خیلی خالص باشم، خالص خیالی، حالا بعد میگم چی شد، خالص خیالی، گفتم که حرف پول با من نزنید، اصلا پول نمیگیرم. گفتن نه بودجه داریم برای تبلیغات. گفتم حالا جای دیگه خرج کنید، اجازه بدید ما یه مارم از اون 100% برای خدا باشه. گفتن میدیم در اختیار به هر که میخوای بده. گفتم آقا حرف پول نزن، تموم شد، من میخوام 30 شب تو مهدیه امام زمان علیه السلام صحبت کنم. خب صحبت کرده اونو، جمعیت هم زمان خیلی بود و تموم شد و در مهدیه هم بوسیدیم اومدیم. مدتی که گذشت، نمیدونم چند ماه، دو ماه سه ماه کمتر بیشتر گذشت، به دلم اومد که به ذهنم اومد، گفتم ما گفتیم پول نمیخوایم، ولی اینا تشکر خوب میکردن، اینا اصلا خبر از ما نگفت، فنا اخلاص نه، گفتی پول نمیخوام اما توقع تشکر داشتی. بعدن هم معلوم شد که اون بندگون خدا تلفن کردن، من خونه نبودم. یعنی ببینید او تلفن کرده، منتها من به خیال که اینا چرا تلفن کردن، تو دلم یه چیزی آمد، دم نه اخلاص نیست. هستن یه آدم های طوری، حالا این از این از این بر کمالشو بگم. یکی از مراجعی که گفتم استاد عبدالهادی شیرازی بود، قبل از امام خمینی، از مراجع درجه یک بود. یه طلبه پدرش اشکال کرد، ایشون جوابشو داد. طلبه گفت آقا من قانع نشدم. باز اشکالشو تکرار کرد، باز آقا جواب داد، گفت حل نشد. درس که تموم شد، طلبه آمد جلو پا منبر، گفت آقا جواب شما قانع کننده نبود. گفت بنشین آقا، این جوابش یک، جواب دوم، جواب هفتم، جواب نهم، جواب یازدهم، ده دوازده تا جواب داد. این طرف گفت قبوله، قبول قبول قبول. به آقا گفتن آقا شما ده دوازده تا جواب داشتی؟ خب میگفتی تو درس، شما همچی هی کوتاه اومدی و این طرف هم صداشو بلند کرد، فکر که مثلا سوالش خیلی مهمه و هیچ که جوابشو نمیتونه بده. شما که 12 تا جواب داشتی، خب میگفتی بهش. ایشو گفت جواب ها تو ذهنم بود، من دارم میگم یه طلبه اشکال کنه 12 تا جواب بهش بدم، این خورد میشه دیگه. دوستان هم که نگاه میکنن میگن اینقدر حرف چرند بود که 12 تا جواب داشت. منم ممکنه غرور بگیرده که ماشاءالله به این مغز فعال که یک سوال رو 12 تا جواب بهش بده. هم ترسیدم غرور بگیرده، هم ترسیدم این طلبه خورد بشه. اینو میگن انسان کامل. حالا این یک آیت الله عظمای 90 ساله با کم و زیادش بود. تو جبهه هم یه همچین آدمی دیدیم. یه وقت تو پا تلویزیون نشسته بودم، مصاحبه کردن با یه رزمنده جوان. خیلی هم جوان بود، نمیدونم زیر 20 سالش بود به نظرم. گفتن چند تا مین خونسا کردی؟ این مال خونسا کردن مین بود. گفت خدا خونسا کرده. حالا ما هرچی بلد بودم از هرچی گفت چند تا، هی اصرار که این خبرنگاره و او هی تفره را. آخرش گفت آقا جون ولم کن، آخه من اگر بگم چند تا من خونسا کردم در این جوانی ممکنه غرور بگیردم. اون آیت الله عظما میگم میترسم غرور بگیردم 12 تا جواب بدم. این بسیجی هم میگم میترسم غرور بگیردش. این که میگن یه افرادی یک شب راه 100 ساله رو میرن، نموناش ایناست، نموناش ایناست. یا آدم های خالصی که آدم پیدا میشه، آدم میمونه خدا یا اگر اینا چی هن، ما چی هستیم؟ ما خیلی ادعا داریم، ولی آدم های بی ادعا. یه پیرزن یه چیزی گفت، ما الان شاید حدود 20 سال باشه این حرف پیرزن در من اثر کرده. پیرزن چه کرد؟ شبا که میخواست بخوابه دو رکعت نماز بخون میخوابید.
بهش گفتن نماز شب 11 رکعته، این 2 رکعت نماز چی چیه تو میخونی؟ گفت چه میدونم چیه، میدونم امروز یه عده مردن، امشب شب اول قبرشونه، هر شب یه شب اول قبر یه عده هستن، شب اول قبر سخته، من 2 رکعت نماز خونم، میگم خدای نمیدونم کی کجا مرده، ولی هر کی هر جا مرده شب اول قبرش رحمش کن. یا ابوالفضل کیه؟ دوربین نیست، پول نیست، اضافه کار نیست، نمیشناسه کیه، نمیدونه کجاست، هیچی نمیدونه. خیلی این فکر بالاست. نمازش اون که مهمتر از نمازه، نیت اینه، نیت اینه. ما گاهی وقتا اگر از فاطمه، پسر عمه من مرد، پسر خاله من مرد، شون نمی فاتحش، پس منم فاتحه نمیدونم، یا قول هو الله میخوایم بخونیم معامله میکنیم. اگر اون برای فامیل ما قول هو الله خونه نمیخونیم، اگر نه نمیخونیم. یه خیلی مهمه. یه آدمایی پیدا میشن گمنام، خرجی یه نفر میدن، یه نفر جهاز میدن، یه نفر دوماد میکنن، ایجاد اشتغال میکنن، به هیچ کس هم میگن نگو، هیچ که نگو. وقت حدیث داریم هر که میخواد عاقبتش به خیر بشه با ایمان بمیره، مشکل مردم حل کنه. اینم حدیث امروز دیدم، خیلی مهمه. خیلی هم میخوان خوش عاقبت بمیرن، حدیث داریم هر که میخواد خوش عاقبت بمیره، یه گره ای از مردم با کنه، با قلمش، با بیانش، با مشورتش، با پول، با اینکه اتاقی داره بده به یه آدم بیخونه، هر چی که در توان داره بره خوش عاقبتی. باز قرآن میگه، حضرت عیسی میگه به من گفتن تا ابد نماز بخون، اوصانی به صلاة و زکات مادم تو حیا، یعنی تا زنده هستم. که آدم گاهی بخونه گاهی نخونه. خب اصلا در نماز چرا قد بگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ برای که هر آن ممکنه دقیقه 7 راه مستقیم بشه، دقیقه 8 کشه. مثل راننده ممکنه کیلومتر اول سالم بره، دوم خراب کنه، سوم خراب کنه، ولی زار راننده خوب اینه که یه لحظه غافل نشه، از تو آینه و از با هر وسیله‌ای که داره همیشه همه این میگن راننده خوب. اهدنا الصراط المستقیم، چون ممکنه کسی فکرش مستقیم باشه، دهنش حرفاش مستقیم نیست، حرفاش خوب حرف میزنه عملش نیست. این اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای من وسیله کار رها نکنم، خوش عاقبت باشم. پیغمبر فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیر الامور خیرها عاقبتا. بهترین کار چیه؟ بهترین کار که خوش عاقبت باشه. الامور به تمامها و الاعمال به خواصیمها. باز حدیثه. امیرالمومنین فرمود که گاهی مکروه تحمد عاقبته، و بهتر از محبوبی است که عاقبتش بعد باشه. گاهی افراد مکروهن، کارش خرابه، مکروه، کراهت داره، کارش بده، اما خوش عاقبته. زود نمیشه گفت کیه چه کاره، کیه چه کاره. قرآن میگه روز قیامت یه افرادی میگن که اونایی که مکتبی نیستن اینا، کوشن. روز قیامت میپرسن کوش، میگن اونا تو بهشتن، تو که فکر میدادم خوبی هستی گیر کردی. آیش اینه، و ما لنا لا نرا رجالن كنا نعدهم من الأشرار وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. نعدهم من الأشرار يعني میگفت اینا اشرارن، کوشن، مسخره میکردیم اینا رو، قابلشو نمیدونستیم، ما نمیدونیم کدوم قبول میشه، نمیدونیم کدوم قبول میشه. خب پیغمبر فرمود لا علیکم ان تعجبوا با احدا، هیچ که تعجب نکنید، زود جذب کسی نشید. لا علیکم ان تعجبوا با احدا حتی تنظروا بما یختم،
نگاه کن عاقبت چی میشه. تعریف کسی رو بکنید، جذب کسی بشید، مرید کسی بشید. شده افراد مرید کسی شدن، از سیر و سلوک و عرفان و فلسفه و فقه و اصول و لقب‌های بزرگی داشتن، شاگرد داشتن، مرید بودن، بعد اونها یه مرتبه چپه شدن، سر از جای دیگه در آوردن. خواتیم اعمالکم، امام کاظم فرمود اگر میخواید خوش عاقبت بشید، قضا و حوائج اخوانکم، مشکل مردم حل کنید، خدا عاقبتتون بخیر میکنه. من جوان رو دیدم از خانواده بهایی جدا شد، آمد طلبه شد، رفت در نجف طلبه فاضلی شد، میشناسمش، برگشت در ایران، رفت تو جبهه شهید شد، رابطش هم شهید مهراب بود، آیت الله مدنی. آیت الله مدنی رحمت الله علیه دست اینو کشید آوردش با اسلام رفیقش کرد، بعد طلبه شد و نجف هم رفت و بعدم برگشت. و آدم نمیدونه چی میشه آدم. خیلی خوب، اینم مال این مرگ خوب. حسن عاقبت چه علامتی داره؟ حسن عاقبت اینه که بهش میگن که یا ایتها النفس المطمئنه، به 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 به، بخونه دایی را یا ایتها النفس المطمئنه. لحظه مرگ فرشتا میگن ای کسی که دل آرام داری. امام خمینی، یعنی دقت کنید چی میگم، نمونه فرد کامل در زمان ما بعد از حضرت مهدی علیه السلام علما و مراجع تقلید هستند، نمونش هم امام خمینی. اساره عمر امام خمینی وصیت نامش، تو وصیت نامه یه سطرش از همه برجسته تره، با اونی که میگه من با دلی آرام و نفسی مطمئن. این دل آرام سر قبر امامم تو وصیت نامش همه تیکشو کاشکر گردن. وصیت نامه خیلی مفصله، بلی این تیکشو کاشی کردن سر قبر، من با دلی آرام و نفسی مطمئن. خیلی مهمه یه انقلابی رقمی به وجود بیاره، بعدم بگه من دلم آرامه، به وظیفه‌ام عمل کردم، من با دلی آرام و نفسی مطمئن. وقتی تو هواپیما میشینه 12 بهمن بیاد، ازش پرسن چه احساسی داری، میگه هیچی. هن چه؟ یعنی ممکنه هواپیما سرنگون بشه، دلش آرامه. وقت بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک. غیر از علما من یکی دو نفر دیگه هم دیدم که گفتن من از مرگ نمیترسم، دلم آرامه، هرچی وظیفه‌ام بوده انجام دادم. ولی بازم باید به فضل خدا به عمل آدم مغرور نشه. دل آرام چیه؟ قرآن فما سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون بشنبي الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. قرآن فرمود کسانی که مأمورین قبض روح جونشون رو میگیرن به اینا میگن سلام علیکم، نترسید، ادخلوا الجنه، بفرمایید بهش. برای چی؟ به ما کنتم تعملون، به خاطر عملی که داشتید بفرمایید بهش. تو قرآن نقل شده که و منهم من عاهد الله لن آتانا من فضله، شخصی بود به نام ثعلبه با سه نقطه و عین. ایشون تو مدینه کار میکرد و میخواست کارش رو توسعه بده و پیغمبر فرمود نمیخواد توسعه بده، توسعه مال هست ولی توسعه دین نیست، تو به واجبات دیگه نخواهی رسید، دین توسعه پیدا نخواهد که، ثروت توسعه پیدا که. یعنی تو ماشین که میرن تو مردم میگن این ماشین چنده، خونه چنده، زمین چنده، دائما دلار و زمین و سکه و ماشین قیمت دونن، یکی به هم نگه بوده دینش چقدره. صلاحت نیست توسعه مالی برسون. گفت آقا من رفت و دیگه قبلا سبق میمه مسجد یه وقت شد، زورا میمه مسجد، بعد کارش توسعه بیده که دیگه زورا مسجد نمیاد، جمعه میرفت مسجد نماز جمعه. دیگه کم کم حال نماز جمعه هم نداشت،
از اینایی که از نماز جمعه برمیگشتن پرسید پیغمبر تو خطبه چی گفته، یعنی مثل که رادیو با میکنه، اخبار از رادیو بشنوه. خب توضیحی که بیده که حضرت مسئولین زکات رو فرستید گفت برید زکات بگیرید، اینا گفتن، ایشون گفت نه ما زکات نمیدیم. میگه ما ما یهودی هستیم، یهودی ها مسیحی ها تو کشور اسلامی باید جزیه بدن، درست میگم جزیه اسمش، نه ما نمیدیم. خلاصه نداد. بعد قرآن درباره ایشون میفرماد که و منهم، جمله جمله بخونید، و منهم من عاهد الله علیه و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، و منهم من عاهد، یعنی بعضیا با خدا عهد می‌کنن که خدایا اگر پولم دادی کمک میکنم، خمس میدم، زکات میدم، به فقرا کمک کنم، به فامیل کمک کنم. عاهد الله اینه به خدا عهد و قرارداد می‌بندن. لئن آتانا من فضله، اگر از فضلت به من بدی منم به فقرا میدم. ولنکونن من الصالحین، لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بدی فلما آتاهم من فضله، همی که خدا از فضلت بشتاد بخلو، بخل میکنن، نمیدن. و قرآن درباره اینها میگه اینها بد عاقبت میشن، فاعقبهم نفاقا، اینا دو چهره میشن. کسی که با خدا قرار منده حاشا میکنه، قرار میبنده ولی زیرش میزنه. قرآن میگه این ای افراد هم بد عاقبت میشن، چون آیای بعد میگه که فاعقبهم نفاقا، تا روز قیامت هم نفاقا، یعنی یک نفاق ابدی برای که با خدا قرار داد بر زیرش زد، وفادار نیستن. خیلی قرآن میگه که عهد کردن زیرش زدن، عهد کردن زیرش زدن، اینم باعث بد عاقبته میشه. خدایا ما رو از اونهایی قرار بده که در قرآن ازشون ستایش کردی، و ما رو از اونهایی که ازشون انتقاد کردی، توبیخشون کردی قرار نده. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.